دوستای خوبم سلام، به کانال یوتیوب بافتنی با لیلا خوش اومدین. در این ویدیو با هم یه نمونه از بافت با کانوای پافی رو انجام میدیم. لطفاً تا آخرین ویدیو با من همراه باشید و این آموزش زیبا رو ببینید. برای این بافت از کانوای آلیزه پافی یا پوفی استفاده می کنم که نیاز به قلاب و میل نداره، با دست بافته میشه. 100 گرمیه و 9 متر هست. شماره این رنگ هم 216. با این کانوا میتونیم انواع و اقسام چیزها رو ببافیم، مثلا پتوی نوزادی، شال مبل، انواع عروسک، پاپوش، لباس، کلاه و غیره. خب باندرول دور کانوا رو من باز کردم. سر کانوا رو پیدا می‌کنیم. این قسمت سرش هست. کانوامون از یه حلقه‌هایی تشکیل شده. هر کدوم از این حلقه‌ها یک دونه هست توی بافتمون. این یک دونه، دو تا، سه تا. من اینجا می‌خوام یه نمونه کوچیک ببافم. شما دیگه بستگی به چیزی که میخواید ببافید باید تعداد دونتون رو محاسبه کنید. مثلا برای پتوی نوزادی میتونیم 54 تا دونه رو ابتدا برای رج اولش در نظر بگیریم. من 14 تا دونه در نظر میگیرم برای این مدل کوچیک. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 و 14 تا. اینجا یه علامت میذارم که 14 تا دونه مشخص باشه. و این 14 تا دونه رو روی سطحی که دارم کار میکنم میذارم. 14 تا دونه رو به این شکل میذارم روی سطح صاف و مرتبشون میکنم. سر دونه ها به سمت بالا باشن، پیچ نداشته باشن. مرتبشون میکنم و شروع میکنم به بافت. میخوام مدل حصیری ببافم. برای مدل حصیری تعداد دونه هامون در ابتدا باید زوج باشه. گفتم که برای پتوی نوزادی میتونید 54 تا دونه در نظر بگیرید. بعد باید شروع کنیم و این دونه ها رو به حالت ضربدری قرار بدیم و ببافیمشون. من ابتدا از این دوتا دونه، این دونه دوم رو میارم به طرف راست از روی اون یکی به این شکل توی رج اول. پس از هر دوتا دونه این دونه رو میارم روی این یکی به این شکل، به حالت ضربدری اینطوری، و شروع میکنم میبافمشون. پس سر کانوا این سمت هست. تعداد دونه ای رو که نیاز داشتم شمردم، یه علامت زدم. حالا اینو که میخوام ببافم به این شکل قرار میدم، اینجا قرار میدم و شروع میکنم به بافت. از این دوتا دونه گفتم که دونه اولو میخوام به این شکل، حالت ضربدری، اینو بیارم به طرف راست. این دونه هایی رو که پشت قرار میدم، این دونه اول رو از این حلقه زیری رد می کنم به این شکل و یه مقدار می کشمش و این دومی رو از این روی رد می کنم به این شکل. پس این دوتا رو به این صورت بافتم. حالا دوتای بعدی، از دوتای بعدی این به صورت ضربدری میاد به طرف راست، این زیر این رو. اینا که پشت قرار دارن، اولی رو از این زیری رد میکنم، دومی رو از این که رو قرار داره رد میکنم به این شکل. دوباره این دوتا رو ابتدا اینجوری به حالت ضربدری نگه میدارم. حالا نوبت این هست و بعدش اینه. اولی رو از حلقه
زیر رد میکنم، اینکه زیر قرار گرفته توی ضرب درم، این دومی رو از حلقه روی رد میکنم. دوتا دوتا باید به این شکل دیگه ببافمشون. دوباره این دوتا رو به حالت ضرب در ابتدا قرار میدم، این حلقه رو از این زیری رد میکنم و حلقه بعدی رو اینو از این روی رد میکنم. دقت کنید که حلقه جا نیفته. به این شکل. دوباره تکرار میکنم. این دوتا رو به حالت ضرب دری نگه میدارم. یه دونه زیر قرار داره، یه دونه رو. از این دوتا ابتدا اینو از زیری رد میکنم و بعدی رو از این روی رد میکنم. به این شکل. تکرار میکنم. این دوتای آخر دوباره به همین شکل نگهشون میدارم. این حلقه رو از داخل این رد میکنم و این حلقه بعدی رو هم از داخل این یکی. به این ترتیب تا اینجا رج اول رو بافتم. دوباره قرارش میدم روی سطح و هم تعداد دونه ها رو میشمرم و هم باز مرتبشون میکنم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 14 تا. تا اینجا بافته شده. حالا اینو به این شکلی که قرار میدم. باید از این سمت شروع کنم ببافم. به این شکل قرار میدم و شروع میکنم به بافت. پس تا اینجا شد 14 تا دونه. برای رج دوم، این یک دونه آخر که بافته شده، به این کاری ندارم. به این کاری ندارم. اینو نگه میدارم. از این تعداد دیگه، این و اینو باید با هم دیگه جابجا کنم و این دفعه برعکس رج اول. این دونه اول از رو میاد به طرف چپ به این شکل برعکس. پس این یه دونه رو اینجا نگه میدارم. یه دونه رو نگه میدارم. این دونه و این دونه رو با هم به این شکل جابجا میکنم. برعکس دفعه قبل میاد به طرف چپ حالت ضرب داریم. و شروع میکنم میبافمشون. به این حالت که قرار دادم، اینا هم که پشت سر اینا قرار دارن، این دونه اول رو از این زیری رد می کنم، این دونه دوم رو از این رویی. به این شکل. این یه دونه اینجا هست، کاری بهش ندارم. اینا هم که ضرب دری، این اومد به طرف چپ از روی اون یکی. حالا این دوتا اولی رو از این زیری رد می کنم، دومی رو از این یکی. از نزدیکتر بهتون نشون بدم. این آخرین دونه ایه که برای رج اول بافتم. اینو میذارم کنار. این دوتا به این شکل جابجاشون میکنم و اینو از داخل این زیری رد میکنم، حلقه زیری. بعدی رو از داخل حلقه روی. به این شکل. حالا دوتای بعدی رو باز به این شکل جابجاشون میکنم. این میاد به طرف چپ از روی اون یکی. از حلقه هایی هم که پشت کار دارم، اولی رو از این حلقه زیری رد میکنم،
دومی رو از حلقه روی. به این شکل. دوباره میرم برای دوتای بعدی. ابتدا به این شکل جا به جاشون میکنم و از این حلقه هایی که نبافتم این اولی رو از این زیری رد میکنم و این دومی رو از این روی. دوتای بعدی جا به جا میشن. اینو از حلقه زیری رد میکنم و این یکی رو از حلقه روی. این دوتای بعدی این از حلقه زیری رد میشه و این از حلقه روی. دوتای بعدی دوباره به این شکل حالت ضرب دری قرار می گیرن. این از حلقه زیری و این یکی از حلقه روی. چون در ابتدا یه دونه از حلقه ها رو نبافتم و اینجا نگه داشتم، اینجا هم یه دونه حلقه برام باقی میمونه. اینو باید تکی ببافم. اینو از این رد میکنم. تکی میبافم اینو. به این شکل. یه دونه تکی. حالا میخوام رج بعد رو شروع کنم. برای رج بعد ابتدا ادامه این کاموامو میارم به این سمت و باید حالت ضرب دری مثل رج اول باشه. یعنی این دونه رو بیارم به طرف راست از روی اون یکی و بعد اینا که به این سمت هستند این اولی رو از این زیری رد کنم و این دومی رو از روی. به این شکل. دوباره اینا رو روی سطح قرار میدم و یکم مرتبشون میکنم و رج سوم رو ادامه میدم. خب اینا رو مرتب کردم. این دوتای اول رو هم که بافتم اینا نبافته ها هست. پس این رج قرار شد که این دونه رو بیارم به طرف راست مثل رج اول و از این دوتایی که نبافته هست این دونه رو از این زیری رد کنم و این بعدی رو از این روی. به این شکل. دوباره ادامه میدم و از نزدیکتر بهتون نشون میدم. رج سوم از این دوتا به این شکل به حالت ضرب در نگهشون میدارم و اینایی که بافته نشدن این حلقه رو از این زیری رد میکنم و حلقه بعدی رو از روی. دوباره دوتای بعدی رو به این شکل به حالت ضرب دری از روی هم رد میکنم. این میره به طرف راست. اینایی هم که نبافته هست اینو از حلقه زیری رد میکنم و بعدیشو این یکی رو از حلقه روی. البته پیچشم باز میکنم. دوباره دوتای بعدی به این شکل
دوباره این دوتای بعدی حالت ضرب در و بعد این رو از داخل این حلقه رد می کنم و اینو از داخل این حلقه. میرسم به این آخری و این حلقه ای که قبلا نگه داشته بودم، اینو با این یکی جابجا می کنم. به این ترتیب حلقه که نگه داشته بودم در انتهای رد به این شکل جابجاش می کنم و الان می بافمش. به این ترتیب و اینو هم از داخل این رد می کنم. وقتی که همه رو بافتم یک بار هم میشمرمشون، 2, 4, 6, 8, 10, 12 و 14 تا اینجا رو بافتم. حالا که اینو بافتم برای رج بعد باید اینو نگه دارم. همیشه در انتهای این رج اینو که بافتم اینجا دیگه برای رج بعد نگهش میدارم. اینو نگه میدارم، اینا رو از این سمت میارم پشت کار و حالا شروع میکنم اینو با این باید جابجا کنم و ببافم. این میره به طرف چپ به این شکل جابجا میشن. اینو نگه میدارم، کاری بهش ندارم. این حلقه رو از داخل این زیری رد میکنم و این حلقه بعدی رو از داخل روی به این شکل. دوباره این دوتا رو به این شکل نگه میدارم، حالت ضرب دری. اینو از این زیری رد میکنم و بعدی رو از این یکی. به این صورت. اول ضرب در، این اومد از رو به طرف چپ و بعد حلقه ها رو از داخلشون رد می کنم. ادامه میدم. گفتم که چون این قسمت این یه دونه رو نگه داشتم اینجا هم یه دونه تکی برام میمونه. این تکی رو باید خودشو تنهایی ببافم. این حلقه رو از داخلش رد می کنم به این ترتیب تا اینجا. حالا شروع می کنم اینو میارم به این سمت پشت کارم و باید باز ضربدری ها رو برعکس کنم. اینا اونایی که بافته نشده اینا رو پشت قرار میدم. از این دوتا این میاد به طرف راست برعکس دفعه پیش و اینایی که پشت قرار دارن این از داخل این زیری رد میشه
و این یکی از داخل این روی. به همین ترتیب ادامه میدم. اول حالت ضربدری، بعد این دوتا که پشت قرار دارن اینو از داخل این زیری رد میکنم و این یکی رو از داخل روی. من آروم آروم انجام میدم که شما دقیق متوجه بشید. به این شکل دیگه باید بافتمون رو ادامه بدیم. ابتدا این دوتا رو به حالت ضرب در از این بافته نشده ها این حلقه از توی این رد میشه و حلقه بعدی از توی این. دوباره این دوتا رو به حالت ضرب در نگه میدارم و از اینایی که بافته نشدن اینو از داخل این رد میکنم و بعدی رو از داخل این. در انتها این و این که قبلا نگهش داشته بودم با هم دیگه جابجا میشن. اینو که بافتم بعد از این که بافتمش حالا نگهش میدارم اینجا و باید این دونه و این دونه با هم جابجا بشن برای رج بعد و به این شکل. اینو نگه میدارم، کاری بهش ندارم. بعدی رو از داخل این رد میکنم و اینو از داخل این. و به همین ترتیب ادامه میدم. به این صورت. دیگه به همین روش باید بافت رو ادامه بدیم. یک بار به این سمت و یک بار به این سمت می بافیم و حالت ضربدری ها رو هم دقت کنید و انجام بدید. برای من پهنای این کار با 14 تا دونه شده حدود 22 سانتی متر. اگر که بخواید پتوی نوزادی ببافید و ارزش 90 سانت باشه میتونید بنویسید 22 سانت 14 تا دونه، 90 سانت چند تا دونه و تعداد دونه رو به دست بیارید. یا اینکه اگر خواستید 100 سانت باشه مینویسید 100 سانت چند تا دونه، تعداد رو به دست میارید. فقط دقت کنید که تعداد دونه تون رو زوج
انتخاب کنید. مثلا اگر تعداد رو 53 به دست آوردید، شما باید 54 تا دونه رو برای بافتتون در نظر بگیرید. باید تعدادتون زوج باشه. من چند رج دیگه بافت رو انجام میدم. حالا میخوام بهتون نشون بدم که اگر کامباتون تموم شد چی کار کنید، یا اینکه اگر خواستید رنگ رو تغییر بدید و با رنگ دیگه‌ای ببافید. این حلقه ها که داریم، ابتدا باید وسط این حلقه رو باز کنید. این نخی که وسط حلقه هست رو با قیچی میچینید. به این شکل. حلقه باز میشه. بعد سر دیگه کانوا رو هم اگر که باز از یه حلقه تشکیل شده بود، اونو هم به همین شکل باز میکنید. حالا دوتا نخ دارید. این دوتا نخ رو باید به هم دیگه گره بزنید. به این صورت که این دوتا نخ رو ابتدا به حالت ضربدری روی هم قرار میدیم. این سمت راستی رو روی اون یکی قرار میدم و بعد به این شکل یه پیچ میدم، میارمش بالا. این گره رو میکشم تا این دوتا حلقه به هم دیگه نزدیک بشن، مثل حلقه های دیگه. این دوتا نخ رو میکشم به هم دیگه، این دوتا نزدیک بشن یه مقدار، فاصله بینشون نباشه خیلی، و بعد به این شکل این سمت چپی رو روی اون یکی قرار میدم و از داخل حلقه ردش میکنم و میکشم و این گره رو محکم میکنم. به این شکل دوتا حلقه کنار همدیگه قرار میگیرن و شروع میکنم میبافم. اینجا باید به این صورت حلقه این یکی رو باید از روی اون یکی رد کنم و بعد اینو از داخل حلقه زیری رد کنم و بعدی رو از داخل حلقه روی و به بافت ادامه میدم. در انتها این دوتا نخ رو پشت کارم مخفی میکنم و دیگه مشخص نمیشه. ادامه میدم بافت رو. و مثل قبل می بافمش. این آخری رو هم باید به این شکل ببافم. به این صورت یک رج دیگر رو بافتم. 2, 4, 6, 8, 10, 12 و 14 تا و رج بعد رو شروع میکنم، مثل قبل که بهتون نشون دادم. خب حالا میخوام انتهای کار رو بهتون نشون بدم. زمانی که دیگه بافتتون رو انجام دادید، بلندی بافتتون به اندازه کافی رسیده و میخواید کارتون رو کور کنید و تموم کنید. من این رج رو تا انتها بافتم. این دونه آخر رو هم از این یکی رد کردم تا انتها بافتم و دیگه میخوام کارم رو تموم کنم. برای این کار ابتدا باید این حلقه رو باز کنم. به همون شکل که بهتون گفتم، این نخ وسط حلقه رو من میچینم و این حلقه رو باز میکنم و بعد از این قسمت دیگه نخ رو جدا میکنم. به این شکل این نخ جدا شد. حالا شروع میکنم از این سمت. هر حلقه رو از حلقه دیگه باید عبور بدم. به این شکل این حلقه رو نگه می‌دارم و حلقه بعدی رو از داخلش رد می‌کنم. به این شکل حالت زنجیره. دوباره این حلقه رو از داخل این یکی رد می‌کنم.
به همین ترتیب دیگه بافتم رو کور میکنم و تموم میکنم. یکی یکی حلقه رو از داخل حلقه قبلی رد میکنم. به این شکل. این حلقه آخر رو هم از داخل این حلقه رد می کنم. در انتها یه دونه حلقه برام باقی میمونه و این نخ رو دیگه از داخل این حلقه باید رد کنم و بافتم به اتمام میرسه. حالا باید ادامه نخ رو پشت کارم مخفی کنم. حالا با استفاده از یه قلاب ادامه نخ رو پشت کار مخفی میکنم. از این قسمت نخو میگیرم و میارم بیرون، یه حلقه درست میکنم و این نخو از داخلش رد میکنم و میکشم و باز از اینجا ردش میکنم و مخفیش میکنم. به این ترتیب بافتمون به پایان میرسه. این یه مقدار رو هم میچینم. حالا این نخها رو هم به همون ترتیب پشت کار مخفی میکنم. به همون شکل که اون نخ رو مخفی کردیم، این نخ رو هم پشت کار مخفی میکنیم. من این نمونه رو با یک کلاف بافتم و ابعادی که به من داد، پهناش که گفتم شد 22 سانت، بلندیش 55 سانت. اگر بخواید یه پتوی نوزادی 90 در 90 ببافید، حداقل 5 کلاف باید تهیه کنید. امیدوارم این آموزش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این پتوی نوزادی زیبا رو هم ببافید و ازش لذت ببرید. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید.